خبرهایی از تحولات عراق. تلویزیون الرافدین عراق در گزارشی از تظاهرات مردم عراق در روز جمعه اعلام کرد در بغداد نماز جمعه و تظاهرات وحدت در بیش از 10 منطقه مختلف برگزار شد. در منطقه آمریه نماز وحدت در میدان شهدا برگزار گردید. تظاهر کنندگان علیه رژیم ایران و نوری مالکی شعار می دادند لعنت بر نوری مالکی مزدور رژیم ایران. هیئت همیاری سازمان ملل در عراق یونامی از دولت عراق خواست فوراً همه احکام اعدام‌های جمعی در کشور را متوقف کند. این هیئت در بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود را درباره اجرای حکم اعدام 42 نفر که در بین آنها یک زن نیز وجود داشت اعلام کرد. همچنین دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه اعدام شنیع 42 زندانی توسط دولت مالکی را محکوم کرد. روپرت کولویل سخنگوی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد دستگاه قضایی عراق را زیر سوال برد و گفت اعدام‌های گسترده طی 2 سال گذشته در عراق به دفعات انجام شده است. این اعدام‌ها نه تنها شنیع و غیر انسانی بوده بلکه به احتمال قوی در مغایرت با قانون بین الملل می باشد. فرهان حق سخنگوی دبیرکل سازمان ملل به اعدام 42 زندانی توسط دولت مالکی اعتراض کرد. وی خواستار رعایت کنوانسیون‌های بین‌المللی و معاهدات جهانی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی توسط دولت عراق شد. دکتر محمد شیخی رئیس مرکز ملی برای عدالت در لندن درباره اعدام‌ها در عراق به تلویزیون الجزیره گفت با احساس نگرانی زیادی می‌کنیم. همچنان که هیئت یونامی ملل متحد در عراق بیانیه‌ای صادر کرد و در مورد این اعدام‌های کور در نتیجه نبودن سیستم قضایی عادلانه که حق دادخواهی و حق دفاع را برای دستی شدگان تامین کند نگرانی فراوان خود را اعلام کرد. همچنین گزارشی از سازمان عفو بین‌الملل صادر شد که این اعدام‌های کور را نکوهش کرده، به طوری که اجرای اعدام 65 نفر در طول 1 ماه را غیر قابل پذیرش دانسته است. شیخ رافع رفایی مفتی دیار عراق گفت به دولت مرتد و منحرف مالکی نسبت به نتایج اقدامات زشت و شرم‌آور که هدف آن برافروختن آتش فرقه گرایی میان فرزندان متحد خلق است هشدار می‌دهیم. به افسود این حکومت مسیر فرقه گرایی را از ابتدای امر تا همین الان می پیماید و این حکومت اقدام به کارهای فرقه گرایی بسیار زیادی از جمله دستگیری های کور کرده است، به نحوی که زندان ها پر از فرزندان ما می باشد و کوش دادن تا همین امروز پا بر جاست و این موضوعی است دنبال دار. موضوع ناسزا گفتن به سمبول های مذهبی اهل سنت مسئله است که نیروهای امنیتی وابسته به مالکی آن را به دست گرفتند که با شبه نظامیان وابسته به رژیم ایران هم دست هستند. شیخ رافع رفایی در ادامه گفت آنهایی که مسیر فرقه گرایی را شعله ور می کنند شبه نظامیان وابسته به رژیم ایران هستند. آنها زیر بال و پر مالکی هستند. یک طرح رژیم ایران وجود دارد که به وسیله مالکی اجرا می شود و مالکی می‌خواهد که سرسپاری کامل خود را به رژیم ایران اثبات کند. آیت الله شیخ قاسم الطائی شعارهای فرقه گرایانه مالکی را محکوم کرد. وی طی بیانیه‌ای اعلام کرد این اقدام‌ها خارج از اصول و آداب اسلامی و اخلاقی است. کسانی که این شعارها را داده‌اند بارها در دامن زدن به فتنه مذهبی در کشور دست داشتند. در اثر انفجار یک بسته انفجاری در شهرستان توس‌خرماتو 15 نفر کشته و زخمی شدند. منابع امنیتی گفتند این انفجار در یک بازار صورت گرفته که در نتیجه آن 4 نفر کشته و 11 نفر زخمی شدند. به گزارش تلویزیون بغداد، شیخ علی اشما، امام و خطیب مسجد نوری در غرب موصل عراق پس از خطبه جمعه مورد تهاجم افراد مسلح قرار گرفت و مجروح شد. تلویزیون الرافدین به نقل از منابع مطلع گزارش داد 35 تن از زندانیان زندان کرخ در بغداد فرار کردند. عملیات فرار از طریق کانالی که از داخل زندان حفر شده بود صورت گرفت. نیروهای دولتی در این زندان اقدام به شکنجه و گرفتن اعترافات اجباری می کنند.
تلویزیون عرافدین افزود دولت مالکی فرار زندانیان را تکذیب کرد و گفت توانسته است این عملیات را خنثی کند و یک نفر از آنان را کشته و بقیه را دستگیر کرده است.